بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا کنیم برای آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی المحافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکن و ارض کتابها و تمتعه فیها طویل. به صلوات بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجه. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها اتفاق بیفته و اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه، خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. سه تا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. افرادی که مدعی یک حقیقتی میشن، افرادی که مدعی دین میشن، بهترین شکل تبلیغشون اینه که اون چی که میخوان بگن مردم بیاید بشین و براش استدلال کنن و براش تصویر بکشن، بهترینش شدنه. اون چیزی که میخوای به مردم بگی که بیان بشن، خب یه نمونهشو اجرا کن، بگو اگه بیاید اینجوری میشید. کونو دعاتن الینا به غیر السنتکم. حرف نزنید ولی مبلغ ما باشید. حرف نزنید ولی مبلغ ما باشید یعنی چی؟ یعنی بشید اون چیزی که میخواید به مردم بگید که بیان بشن. در این سبک دینی، در این سبک تبلیغ، هر کسی یه قسمت از نقش تبلیغ رو به عهده میگیره. دیگه تبلیغ نمیشه کار آخوند، روحانیت. اون کسی که تو مغازه است میگه منم مبلغم. در این تصویری که میگه حرف نزن، تبلیغ کن، هر کسی باید نقش تبلیغی خودش رو به عهده بگیره. یه راننده وقتی که رانندگی داره میکنه، نقش تبلیغی خودش رو هم باید به عهده بگیره. دین اگه میخواست یه راننده تربیت کنه چی میشد؟ بشو ممنون. این محمد حسن ماست. از همون اولم عادت داشت وسط منبر به ما بیسکویت و شکلات و اینا میداد. یه بار توی منبر فکر کنم 15-20 بار اومد شکلات دادم. خب این یکم اولیه، بیا نگرد و بعد منبر میگیرم ازت تا نخوره. شدن وظیفه ماست. ببینید حافظه انسان و علاقه انسان تابع طعم شیرینیه.
هر چیزی که به کام انسان شیرین باشه انسان مشتاقشه، انسان مشتاقشه. برای همین اگر بتوانید یک خاطره خوش از مذهب، یک خاطره شیرین از مذهب در اولین برخورد با کسی، خاطره شیرین درست بکنید، شما مبلغ اسلامید. امیرالمومنین علی علیه السلام با یه یهودی یه دفعه مسیرشون به هم خورد، با هم گفتیم تا یه جایی بریم. رفتن یه جایی رسید که قرار شد که از هم جدا بشن. اما یهودیه که رفت، امیرالمومنین چند قدمی رفت باهاش، یه مقدار از مسیر رو رفت، گفت آقا شما که رات اونور بود چرا اینوری میای؟ گفت در دین ما به کسی که یه مدت کوتاهی همراه انسان بوده حق درست میشه، من نباید تو رو یه دفعه رها کنم میری، یه مقدار از راه رو باهات میام. یهودیه گفت دینی که برای اینقدر از مسیر حق درست میکنه دین درستیه. نه یک کلمه استدلال کرد خدا هست، نه یک کلمه استدلال کرد که چرا باید مسلمون بشی، استدلال نداره. خاطره خوش عشق به اسلام رو درست میکنه. اینی که خدا اینقدر از بهش تعریف میکنه، میگه تو خاطره خوشی با اینا داری، لذت میبری، یا طعم لذت رو یه نفر بچشه تمام دیگه. یه وقتی من حافظ قرآن بودم، آقا همسنه کوچولوها، همسنه فکر کنم چند سالته؟ 11. آره من تو هم حافظ قرآن. چند جز؟ 3 جز. باریکلا 3 جز. 5 جز. باریکلا ما تو هیئتمون 4 تا مداح داریم، 2 تا حافظ قرآن. باریکلا خودم تعجب کردم. خب من حافظ قرآن بودم، همسن سال همین داداشم بودم، ولی خب من یه ذره حرفه‌ای‌تر حافظ قرآن بودم، این مرمه من رو دعوت میکردن، میرفتم اجرا میکردم واقعا. و خب براشون جالب بود که یه بچه کوچیک مثلا میتونه خوب اجرا بکنه. یه وقتی یه آقایی ما رو دعوت کرد برای اینکه یه شهری از شهرهای مرفه نشین که حالا اسم نمیشه ببرم، گفت بیا اونجا برنامه اجرا کن. من تو عالم کوچیکی خودم گفتم میرم یه کمی با این پولدارا بگردم ببینم اینا چجوری زندگی میکنن. خب ما بچه پایین شهر از داد بلند شده بودم اومده بود. تو راه یادم، آقا واقعا دارم میگم، نمیدونم اینا پخش بشه نشه، مهم نیست، امام حسین ما رو دورم نشونده فعلا. تو راه با خودم میگفتم که میرم سر سفره اینا میشینم ببینم اون غذاهایی که نمیشناسم رو میخورم، چون غذاهایی که میشناسم رو خب میدونم دیگه، تو خونه فقرا هم پیدا میشه، اونی که نمیشناسم مال خونه پولداراست. آقا برنامه‌مون رو اجرا کردیم و رفتیم خونه این بنده خدا، یه دفعه دیدم یه کاسه ماست آورد برای ما، یعنی کاخ آرزوهام فرو ریخته همش. هرچی فکر میکردم، من الان خونه خودمون بودم الان قرمه سبزی میخوردم، اینجا باید ماست بخورم. خیلی فضای سختی بود اون لحظه برای یه بچه کوچیک، لحظات بحرانی رو به پشت سر گذروندم، ولی با خودم گفتم خب دیگه چی میشه کرد، همینو فعلا بخوریم دیگه، نمیتونم بگم نمیخورم. خدا شده به این حسینیه قسم، من نونو برداشتم یه دونه زدم به این ماسته خوردم، هنوزم که هنوزه بعد از نزدیک 30 سال، بعد نزدیک 30 سال هنوز اون غذا غذاییه که من تو این دنیا شماره 1 خوردم. هر چی غذای عیونیه
بعدی خوردم، کبابی خوردم، چی خوردم، اون نمیشه. نمیدونم ماستش چی بود، نمیدونم. ولی یه ماست 30 سال خاطرش با منه. و یه مذهبی هر روز تو اداره با یه نفر همکاره، هر روز تو ماشین با یه عده از مردم همسفره، هر روز تو مغازه داره با یه عده از مردم معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، هر روز میره تو خونه مردم تعمیراتی انجام میده، ماشین مردم رو تعمیر میکنه. خب ما مذهبی ها داریم اینجوری زندگی میکنیم دیگه. به اندازه اینی که گفتم خاطره خوش درست کردیم برای مردم؟ خاطره خوش مبلغ اسلامه. پیامبر اول 40 سال بین مردم زندگی کرد، صادق زندگی کرد، راست گفت، پول مردم رو بالا نکشید، امانتدار بود به اندازه ای که بهش گفتن محمد امین، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقت کنیم، میدونید شروع اولین جمله ای که پیامبر برای شروع نبوتش به مردم فرمود، فرمود مردم اگر من به شما بگم، این جمله شروعی تبلیغ رسول الله است. ببین با چه سرمایه ای شروع میکنه. خب مردم اگر من به شما بگم پشت این کوه یه عده‌ای سربازن و اینها میخوام به شما حمله کنن، حرف منو باور میکنید؟ گفتن ما از تو راستگوتر نداریم که. ببین این سرمایه‌شه. سرمایه نبوت پیامبر این اخلاق 40 ساله است. گفتن ما از تو راستگوتر نداریم. گفت خب اگه اینجوریه من به شما میگم مردم پناه بیارید به دین خدا، خدایی هست، این بت‌ها ضرر داره براتون، من دارم راست میگم بهتون، راست میگم بهتون. توی نظریات جامعه شناسی مطرح میکنن نقطه شروع اصلاح چیه؟ میگن آیا فرد باید درست بشه و بعد افراد که درست شدن جامعه صالح درست بشه؟ نه، یک نظریه اینه که میگه تا یک فرد درست نشه، این یه فرد نشه دو فرد، این دو فرد نشه سه فرد، جامعه درست نمیشه. پس شروع خوبی ها فرده. یه نظریه میگه که نه، جامعه سالم فرد سالم درست میکنه، در یک جامعه ناسالم افراد محکومن به خراب شدن. یه نظریه اینه، اما من فکر میکنم نظریه درست اینه، یعنی من یه نظریه سومی رو میگم. من معتقدم نه فرد نه جامعه، خانواده هم فرد رو درست میکنه هم جامعه رو. نقطه شروع خوبی ها خانواده است، نه یک فرد نه یک جمع. خانواده خراب بشه افراد خراب میشن، جامعه هم خراب میشه. خانواده درست بشه افراد درست میشن، جامعه هم درست میشه. مهمترین عامل تبلیغ دین اسلام در جامعه ما تشکیل خانواده های متدین خوشه. خانواده ای که زن وقتی میگه شوهر، 10 تا شوهر از کنارش بریزه، میگه این شوهر مذهب انقدر شیرینش کرده، نه به من توهین میکنه، نه به من خیانت میکنه، نه به من دروغ میگه، نه تکخوری میکنه، نه دور میزنه، نه زیرابی میره، نه بی احترامی میکنه، من در مذهب این مرد تو خانوادم امنم. شوهر بگه که من
زنی دارم امین به حدی که بی استحقاق به خونم میرسه، صادقانه داره خدمت میکنه تو خونم، صادقانه داره منو به هم رسیدگی میکنه، به من وفاداره، به من اقتدار میده. من خاطره خوش زندگی با یک زن مذهبی داشته باشم، خانواده خوش مبلغ اسلامه. الان آمار طلاق تو جامعه ما در متدینین چه وضعی داره نسبت به جامعه؟ اگر آمار برابری کرد، اگر آمار مساوی بود، حق ندارن بپرسن خب پس این چه دینیه که آمار طلاقش مساویه؟ اگر دعواهای ما گریه کنای امام حسین بین زن و شوهر با دعواهای اونایی که چادری نیستن، اونایی که مذهبی نیستن، اونایی که تو خط و ربط دینی نیستن، دعواها و موضوع دعواها یکی بود، ما با چه آبرویی بگیم اسلام؟ کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اگه دین میخواست خوشبخت کنه اول تو رو خوشبخت میگن. خیانتبارترین اتفاقی که میتونه در جامعه ما بر ضد دین بیفته تشکیل خانواده های با زمینه مذهبی اما خوشبخت نباشن، خوش نباشن، خاطره خوش زندگی مذهبی رو تولید نکنن. بیا یه آدم خوشبخت بهت معرفی کنم، دختر امام حسین. دختر امام حسین خیلی خوشبخت از داشتنی همچین بابایی. اصلا لازم نیست دینش رو تبلیغ بکنی، بیا بگو یه بابایی این اخلاقو داره، این اخلاقو داره، این اخلاق رو داره. ماها یه ذره فشار میاد بهمون، بچه میگه ببرم پارک، میگم نمیبرم خستم. بچه چه گناهی کرده تو خسته ای؟ مگه بار خستگی تو رو بچه باید به دوش بکشه؟ حوصله نداره بابا، یعنی بهش میگه هر وقت حوصله داشت تحویلت میگیره. بابات انقدر دین درستش نکرده که بی حوصله هم تو رو تحویل بگیره. امام حسین علیه السلام از صبح پشت سر هم ضربات عاطفی داره میخوره. من معتقدم امام حسین علیه السلام میلیاردها برابر از ما عاطفی تره. ما اونقدر سختی نمی کشیدیم اگر بچه‌مون رو از تو صحرا جمع می کردیم که امام حسین این کارو کرد. امام حسین اون موقعی که داره بچه‌ش رو از تو بیابون جمع میکنه، لطمه‌های عاطفیش خیلی قوی تره. امامه. تو نقل داریم امام وقتی بالا سر مسلم ابن اوسج رسید، آثار شکستگی تو صورتش پیدا شد. اینقدر اینا رفیق بازن. بعضی ها میگن حبیب ابن مظاهر بوده. این آدم برادرش رها کرده بین دشمنا، برگشته به خیمه ها. شما فکر میکنید راحت امام حسین علیه السلام ابوالفضل رها کرد و برگشت؟ چه ضربه عاطفی این آقا خورده. وسط این همه گرفتاری و مشکل داشت میرفت میدان، یه دفعه دخترش جلوش گرفت، گفت بابا کجا داری میری؟ ببین حوصله داره، بدخلق نیست، میفهمه الان باید با دختر حرف بزنه. اومد پایین، انقدر با این دختر حرف زد حرف زد حرف زد، گفت بابا ما رو بر نمیگردونی مدینه. صادقانه بهش گفت نمیشه. گفت بابا هیچ جوری راه نداره تو رو نکشن. گفت باور کن راه نداره، اینا قصد کردن منو بکشن. و به دخترش گفت من اگر تو لونه یه پرنده هم باشم میان سراغم. صادقانه همه حرفا رو زد، بعد گفت اجازه میدی برم میدان؟ ای امام حسینیا، امام حسین تا دخترش اجازه نداد نرفت میدان، تا دخترش راضی نکرد نرفت. این دختری که همیشه از این پدر احترام چشیده، این دختر رو ببرن تو بازار بچرخونه.
این دختر رو ببرن تو خراب منشونن. اینا دخترایی هن که تو عمرشون از گل نازکتر نشنیدن، حالا باید برن مجلس شراب، حالا باید برن تو خرابه بنشینن. یه دفعه نیمه های شب سراغ باباشو گرفت. بعضی ها میگن خواب امام حسین دید، پریشان شد، چون امام حسین علیه السلام دلنگران اومده بود به خوابش، انگار که بابا میدونه چی میخواد بشه، اومد به خوابش، دخترم نگرانتم. بیدار شد، گفت عمه جان چرا بابام ناراحت بود، چی شده؟ من بابامو میخوام. این دختر رو دست به دست کردن تو خرابه، هر کسی اومد آرومش کنه نتونست. الهی هیچ وقت این اتفاق براتون نیفته. بعضی پدر مادرها اینا تجربه میکنن، بچه ای داره درد میکشه، گریه میکنه، اول پدر مادر تلاش میکنن آرومش کنن، اما وقتی نمیشه یه دفعه بزرگترم میشینه با کوچیک گریه میکنه، میگه عزیزم اینقدر ناله نکن، عزیزم اینقدر درد نکش، یه دفعه گریه میکنه. زینب نشست گریه کردن، رباب که اصلا دنبال بهانه بود برای گریه کردن، این زنا دور خرابه نشستن و هیئتی تشکیل دادن، روز خونش رقیه، گریه کنش رباب، گریه کنش ام لیلا، گریه کنش نجمه. نیمه های شب بود، توی نقلی دیدم امام سجاد علیه السلام این دختر رو بغل گرفته بود، سر رقیه رو به شونه گرفته بود، هی دیدید بچه رو میخوان آروم کنن، هی میزنن پشتش آرومش میکنن. یه دفعه دید از در خرابه دارن یه چیزی رو میارن، امام معصوم متوجه شد، سر رقیه رو به شونش فشار داد که نبینه، هی با دست اشاره کرد نیارید من خودم آرومش میکنم. الا لعنت الله علی القوم الظالم. بسم الله الرحمن الرحیم. آینه دار زینب و زهرا رقیه کوچکترین انسیت الهورا رقیه جاداش روی شانه کعبه ابوالفضل، جاداش روی شانه سقاب رقیه، آرام تر از هر زمانی بود اسقر، میخوان تا بالا سرش لالا رقیه، پا بر مغیلان می نهد اما محال است روی سر موری گذارد پا رقیه. حسینیا این طفل بی آزار را آزار دادند، این طفل بی آزار را آزار دادند، زجر بدی را دیده در دنیا رقیه. زینب ز پا افتاد وقتی دید آن شب، طفلان همه بر ناگان الا رقیه،
آی مقتل که می خواندم شبی با خیش گفتم، پیدا نمی شد کاش در صحرا رو غیه، آخه وقتی که پیدا شد خمیده راه می رفت، وقتی که پیدا شد خمیده راه می رفت، ای شد پیرتر از زینب کبرا رقیه. یه دختری با این قلت سن نازدانه یه سه ساله مگه چقدر طاقت داره؟ بابا دختر خون جگر تو دریاب، دیگه خسته شدم از این همه در به دری. بابا انشالله روزانوتون طفل یتیم خصوصا نازدانه دختری رو بزرگ نکنید. خیامتی کرد اون شب گوشه خرابه. آی آی شنیدید رأس بریده رو آوردن برا دختر، هر کاری کردم می ساداد سر و برگردونید، قول میدم خودم دختر رو آرام کنم، اما طبق و مقابل نازدان زمین نهادن، تا رو پوش طبق و کنار زد عزیز دارم، چشمش به رأس بریده بابا افتاد. خورشید من آمدی شبانه، بابا قدری بغلم کن عاشقانه، نشناختمت در اول کار نفرین خدا بر این زمانه، بابا کی زیر گلوت را عزیزم این طور برید ناشیانه، تقصیر حرارت تنورم است این سوختگی زیر چانه، امروز شبیه موی تو سوخ آن موی بلند دخترانه، دختر تو دریاب بابا من دیگه خسته شدم، اوضاع مناسبی ندارم، چه خوب که آمدی شبانه. من که همه عمر رفته بودم تنها به مجالس زنانه، بابا رفتم وسط شرابخواران کت بسته به زور تازیانه. آی من دختر شاه عالمینم، دادن ولی به من اعانه، در راه شطور تکان نمی خورد، خوردم کتکی به این بهانه، هر بار تناب را کشیدم خوردیم زمین دانه دانه. آی آی من سیر غذا نخوردم، اما خوردم دل سیر تازیانه، ز خانه ها همه بوی طعام بشنیدم ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. دختر طبیعتش اینه اگه یه شب مهمون عزیزش باباش باشه
میخواد جونش رو قربون بابا کنه، هر چه داره تو طبق اخلاص میذاره، خوب از پدر پذیرایی کنه. اما گفت بابا بساط ما به هم ریخته، گوشه خرابه، نه شمع و چراغی نه فرشی، برای پذیرایی از تو یه جان ناقابلی رو دارم امشب فدات میکنم بابا. خوش اومدی تو از سفر بابا، تو رو خدا منو ببر بابا، کجای هو تو بی خبر بابا، گذاشتی رفتیم بابا، گذاشتی رفتی، دیگه تموم گریه و زاری، تموم این شبای بیداری، آخه نگفتی دختری داریم، گذاشتی رفتی، نظر بازم به هم جسارت شه، وای وای همین لباس پار قارت شه، منو ببر که ام راحت شه، بابا بابایی نبودی از همه کتک خوردم، یه جوری زد که امه گفت مردم، به خاطر تو طاقت آوردم بابا بابایی. آی آی دیگه صدای نازدانه نیومد، ستاره عمرش افول کرد گوشه خرابه، عمه سادات اومد گل همیشه بهار، چرا تو پج مرده ای، حسرت روی پدر به زیر گل برده ای، روی به نزد پدر مکن ز عمه گله، نشان بابا آمده دو پای پر آبله. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. دست شما درد نکنه، بهره بردیم. آقا اجازه هست؟ ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی ساکن تربت زاکیه و صاحب القبت السامیه، السلام علی من تهره الجلیل، السلام علی من افتخر بهی جبرائیل، السلام علی من ناغاه فی المهد میکائیل، السلام على الأسير الكربات وقتيل الأبرات. حسین جان، داغ تو در سراچه قلبم چه می کند، داغ تو در سراچه قلبم چه می کند، در این فضای کم غم عالم چه می کند، دل موکبیست وقف پذیرایی از غمت، دل موکبیست وقف پذیرایی از غمت، در موکبم امیر دو عالم چه می کند.
چشمی که با شنیدن نام تو اشک ریخت، در روزها و مجلس ماتم چه می کند؟ اشکی که آتش دل ما را فرو نشاند، پیداست با لهی به جهنم چه می کند؟ حسین جان، یا آبا عبدالله، الحمدلله یه بار دیگه محرم تو دیدیم. آبا آن کس که صبح و شام برای تو خون گریست، با رؤیت هلال محرم چه می کند؟ حسین جان، زهرا تمام مدت حمل تو گریه کرد، زهرا آج آقا یه خانم جوانی وقتی خدا بهش اولاد میده مگه نباید خوشحال باشه؟ قربونت برم حسین جان. زهرا اینقدر بست خود شیرش خوش زهرا تمام مدت حمل تو گریه کرد، شادی چنین ظهور کند غم چه می کند؟ زینب رشیده بود کنار غمت خمید، زینب رشیده بود کنار غمت خمید، پس مادر تو با کمر خم چه می کند؟ حسین جان، آقا جان، در قتلگاه تو دل درندگان شکست، تنهایی تو با دل آدم چه می کند؟ احمد کتاب دیدن بغض تو را نداشت، با دیدن مصیبت اعظم چه می کند؟ بیش از 1950 گل، بیش از 1950 گل با لال زار زخم تو مرهم چه می کند؟ برم دنباله روزه سرورمون، از اونجایی که تو اون شب استثنایی تاریخ تو اون خرابه وصال عاشق و معشوق دست میده و رقیه سلام الله علیها رأس مطهر پدرشو به بر میگیره، یه چند کلمه زبون حال دخترونه رقیه سلام الله علیها با پدرش گفت بابا همین که اومدی گفتم که تقصیر دل من بود، تو که دیدی بابات خوابه چه وقت گریه کردن بود. حالا که اومدی پیشم بازم آغوش تو وا کن، بغل کن بغزم و بازم غریبیم و تماشا کن. حالا که اومدی پیشم بذار خلوت کنم با تو بابایی، بذار تعریف کنم بعدش ببین من پیر شدم یا نه. بابا ببخش، حرفای تعریفی دیگه حرفای خوبی نیست،
ببخش واسه پذیرایی خرابه جای خوبی، خرابه بسترش خاکه، خرابه بالشش خشته، تو خیلی خاکی اما برای دخترت زنی. برای دخترت زشته که خونش اینطوری باشه. بذار چیزی نگم شاید تو حرفام دلخوری باشه. اینجاهای روزه رو خانم‌ها بهتر میفهمن. گفت بابا کدوم خانم با این حالش پیش مهمون معذب می؟ ببخش این روزا مثل قبل سر و وضعم مرتب می. اگه مهمون داری باید براش با جون مهیاشی، خجالت میکشی وقتی نتونی از زمین پاشی. نگی من بیادب بودم بابا، نگی من بیادب بودم، نگی این دختر عاشق نیست نمیتونم پاشم از جام پاهم پاهای صاحبه. دو به دیگرش هم میخونم تحویل میدم. گو بابا مگه تو صورتم امشب به غیر از خنده چی دیدی؟ مگه تو صورتم امشب به غیر از خنده چی دیدی که از وقتی پیشم هستی یه بار حتی نخندیدی؟ یکی دستش تو تاریکی به گونم خورده، چیزی نیست. یکی دستش تو تاریکی به گونم خورده، چیزی نیست. یکی از من یه گوشواره امانت برده، چیزی نیست. حالا خوبه بابا. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. آقا ببخشید، اما اینجا را ببین از راه مهمانم رسید. عمه اینجا را ببین از راه مهمانم رسید، از فراز آسمان ها ماه تابانم رسید. آن که همواره به روی دامنش سر داشتم، دید دلتنگش شدم با سر به دامانم رسید. عمه چشمانم دگر مثل گذشته تار نیست، خوب شد بینایی من، نور چشمانم رسید. هرچه می گفتم پدر دارم کسی باور نکرد. هرچه می گفتم پدر دارم کسی باور نکرد، شام را باید خبر سازم پدر جانم رسید. بی خبر رفتی نگفتی دخترت دق می کند، بی خبر رفتی نگفتی دخترت دق می کند، بی تو ای آرام جان تلخی دورانم رسید. خواستم مثل تو باشم صورتم آسیب دید، صورتم شد مثل تو نوبت به دندانم رسید.
جان من آمد به لب وقتی که در کاخ یزید خیزران روی لب قاری قرآنم رسید. موسپید و قد کمان، اگه میشه موسپید و قد کمان، این حال و روز طفل توست. ابتدای راه بودم، زود پایانم رسید. به نیت فرج امام زمان سه مرتبه بفرمایید: یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا رقیه مدد، یا رقیه، 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 علی که بانو یا رقیه، میزنم زانو یا رقیه، فرش روزه ها تو جارو یا رو قیه، ای زینت دوش شلغم حضرت عالم ثانی فاطمه، میگه زینب همیشه از تو سخن، دختر شاه من، عشق عمو حسن، ای جانم محشر رو قیه، فوق باور رو قیه، میخوابه با صداد علی اصغر رو قیه، نامی رو قیه، نفس آمی رو قیه، جا داره که بگم تو امامی رو قیه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، یه بار همه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، یا رو قیه مدد، یا رو قیه، رو قیه جان، 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 بدون امضای رو قیه کسی نرفته تا حالا تو صحنه بابای رو قیه، قبله حاجات دو عالم یعنی دستای رو قیه، زمزمه نوکرا تو مسیر مشای رو قیه، رو قیه ساداته نشون میده این خانوم سالت داره، رو قیه ساداته مثل مادر بزرگش اسمت داره، رقی ساداته یعنی که مثل زینب عفت داره، رقی ساداته بیاد امشب هر کس که حاجت داره